نعیمه دوستار روزنامه نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد ما را همراهی می‌کنند. خانم دوستار، شاید ادامه دار بودن اعتراضات هستیم با وجود اینکه سرکوب ادامه داره و حکومت هم می‌بینه که حتی این سرکوب‌ها هم دیگه قادر نیست که اعتراضات رو متوقف کنه، اما همچنان این روش رو هم داره ادامه میده. چطور می‌بینید این رو؟ به نظرم انتظار ما از حکومت برای اینکه روش‌های خودش رو تغییر بده انتظار غیر واقع بینانه است، برای اینکه حکومتی به خواسته های مردم خودش بها میده که برآمده از یک ساختار دموکراتیک باشه، نه مانند حکومت جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری تمام و کمال. بنابراین اون چیزی که در برای جمهوری اسلامی مهم هست اینه که خودش رو به هر شکل ممکن و به هر قیمتی در رأس کار نگه بداره. مسئله مهم این هست که خواسته مردم در این مقطع، حالا اگر ما حتی خواسته ها رو ریز هم بکنیم مثل مطالبات اقتصادی، آزادی های اجتماعی و برابری و رفع تبعیض و اینها، اینا همش مطالباتی است که با وجود جمهوری اسلامی قابل تحقق نیست. هم مردم این رو میدونن، هم جمهوری اسلامی قائل به تامین این مطالبات نیست. بنابراین برای اینکه این بقا رو، بقای خودش رو حفظ بکنه، از یک سو ناتوان هست در تامین مطالبات مردم و از سوی دیگه در واقع قادر نیست اساسا که چیز دیگری رو برای مردم به ارمغان بیاره. اینی که تنها روش سرکوب رو در پیش میگیره و به همین ترتیب میخواد همچنان در رأس قدرت باقی بمونه. همونطور که بیشتر هم اشاره کردیم خانم دوستار، بیش از 500 فعال مدنی نامه‌ای نوشتن، اعلام کردن که اعدام مخالفان نتیجه‌ای نداره جز افزایش خشونت. چرا با وجود چنین هشدارهایی که پشت سر هم مکررن، مخصوصا در 4 ماه گذشته ما زیاد شنیدیم از فعالان مدنی، باز هم حکومت اصرار داره که اعدام‌ها رو انجام بده؟ برای اینکه همونطور که توی سوال اول شما مستتر بود، این اعتراض ها ادامه پیدا کرده. یعنی به رغم اینکه این اعدام های هول انگیز و در واقع غیر انسانی صورت گرفته، در اینی که بازداشت هزاران شهروند ایرانی صورت گرفته، احکام سنگین داده شده، فعالان مدنی رو به نوعی تلاش کرده حاکمیت که قلقم بکنه، با وجود این، یعنی یک 3 ماه پر از مخاطره و پر از هزینه برای مردم، ما میبینیم که همچنان داره اعتراض به شکل‌های مختلف ادامه پیدا میکنه، از شعارهای شبانه، از فراخوان‌هایی که هر از گاهی داده میشه، مراسم 40 کشته شدگان و به هر حال به شکل‌های مختلف میبینیم این روند ادامه داشته. فعالان مدنی هم به وظیفه تاریخی خودشون عمل میکنن، یعنی به رغم اینکه احتمالاً بسیاری از اونها میدونن و به این قاطعیت رسیدن که جمهوری اسلامی به این نامه ها و به این خیرخواهی ها اهمیتی نمیده، اما بنا بر وظیفه انسانی و کنشگری خودشون این هشدارها رو به حاکمیت میدن. این پیام ها در واقع حتی بعضا برای این نوشته نمیشه که این در واقع حاکمیت، اونا معتقد باشن حاکمیت کرنش میکنه یا تسلیم میشه، بلکه برای این نوشته میشه که این پیام رو بده، وضعیت جامعه رو تحلیل بکنه و هشدار رو به حاکمیت بده که این روند در صورت اینکه بدون اینکه تغییر بکنه، اعتراضات باعث میشه که اعتراضات گسترده تر بشن و بر دامنشون افزوده بشه، حتی اگر که ما شاهد این باشیم که الان به طور مقطعی با اعدام و سرکوب فرضاً تعدادی از مردم رو خاموش بکنه. سپاسگزارم از توضیحات شما نعیمه دوستار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد.